سلام و وقت بخیری دارم به تمام شما خوبان مخاطبین خاص مسابقه IQ خوش آمدید به برنامه خودتان. امیدوار هستم که امشب هم در کنار ما باشین و بهترین و شادترین لحظات داشته باشین. در خدمت شما هستیم. سه اشتراک کننده همراه ما هست، 30 گزینه و 3 گزینه‌ای که صفر هست در بین 30 گزینه‌ای که ما برای اشتراک کننده آماده کردیم. خدا کنه که شما هم با ما همراه باشین و ببینید که امشب سه اشتراک کننده ما چیکارهایی میکنن، چقدر میتونن امتیاز به دست بیارن و چقدر بالای IQ خود باور دارن. به طرف اشتراک کننده ها میریم و مسابقه را آغاز میکنیم. سید سادات هستم، مسئول رشته ژورنالیسم. به نام خدا سلام بر شما و بد دوستم. عبدالله نادری هستم، مسئول 15 سال دوم ژورنالیسم. محمد الیاس حمیدی هستم، مسئول 15 ژورنالیسم. خوش آمدین اشتراک کننده عزیز و تمام شما بیننده عزیز. شما دیدین که سعید، عبدالله و الیاس امشب در کنار هم هست و میخواین رقابت سالم داشته باشن و تشخیص خوبی بتن و امتیاز به دست بیارن. ببینین که چقدر آماده هست. شما هم با ما همراه باشین و در نخست هم سوال عمومی که از شما میداشته باشم. آماده هستین؟ سوال عمومی که در نظر گرفتم خیلی راحت است، خیلی آسان هست. اگر آوازخانه‌ها رو زیادتر بشناسین و در رابطه اونا زیادتر معلومات داشته باشین، زودتر میتونین به سوال عمومی جواب بدین. آوازخوان پرشهره افغانستان احمد ظاهر پسر کی بود؟ دکتر ظاهر صدراعظم سابق افغانستان. بسیار عالی عبدالله، جواب کاملا درست بود و خودت خوششانس اول مسابقه امشب ما هستی و از خودت آغاز میکنیم. 30 گزینه در اختیار خودت هست و میتونی هر گزینه‌ای که دوست داشته باشی انتخاب کنی و تشخیص بدی. در تشخیص هر گزینه 30 ثانیه فقط وقت داری. در نخستش امتیاز نداری، حق رد کردن هم نداری و در صورتی که امتیاز به دست آوردی میتونی که رد کنی فقط یک بار. درست است؟ گزینه‌ها. گزینه 3. گزینه 3 را انتخاب میکنه عبدالله. ببینیم شخصیت های مطرح جهان. قبول. 30 ثانیه وقت داری بر ما تشخیص بدی نام شخصیت. رئیس جمهور ایران اسمش. خب رئیس جمهور ایران میباشه، نامش چی هست؟ حسن روحانی. حسن روحانی. مطمئن هستی که نام شخصیت حسن روحانی بله هست؟ رئیس جمهور. ببینیم نتیجه را عبدالله. 10 ثانیه باقی مانده و عبدالله هم میگه جوابی که دادم کاملا درست است. حال میبینیم نتیجه را. آفرین، بسیار عالی. تشخیصت کاملا درست بود. در ثانیه‌ای که بسیار کم سپری شده بود عبدالله تانست تشخیص درست بر ما بده و امتیاز به دست آورد. حال امتیاز چه میبینیم؟ 1000 امتیاز به خودت تبریک باشه. حفظ کو 1000 امتیاز و نگفته نمونه. سه اشتراک کننده عزیز که در بین 30 گزینه 3 گزینه صفر هست و خیلی باید هوش حواستون جمع کنی که خدای نخواست امتیاز من دست نتیم. درست عبدالله، خود زیادتر تمرکز داشته باش. الیاس چقدر آماده هست؟ آماده هستم. کاملا آماده هستی؟ با روال برنامه خود آشنایی داری؟ بله. گزینه ها. شماره 30. گزینه 30 را انتخاب میکنن. میبینیم افغانستان شناسی. قبول. قبول و میخوایی که تشخیص بده. این بند امیر است. کجا؟ بند امیر. بند امیر رفتی؟ نه خیر، نه نرفته. پس از کجا میفهمی که بند امیر است؟ با عکسایش دیدیم. در کدام ولایت است؟ بند سلما است. بند سلما. کدام؟ بند امیر یا بند سلما؟ بند سلما است چون که دمی اواخر افتتاح شد. در کدام ولایت است؟ نتیجه ولایت هرات. بسیار عالی الیاس، جوابت کاملا درست بود و تشخیصی که دادی خیلی عالی، خیلی خوب و خودت فعلا با عبدالله در یک سطح قرار داری. حال امتیاز نمیبینی یا که گپ مرا قبول داری که 1000 امتیاز به دست آوردی؟ قبول از گپ. قبول؟ بله. با ثبوت؟ بخیر. خب الیاس هم 1000 امتیاز به دست آورد، برش تبریک میگیم. خدا کنه که بتونه امتیازش به سطح بالاتر برسانه. ببینیم که سعید چقدر آماده هستی؟ دیدی که دو اشتراک کننده در کنارت هستن تونستن امتیاز به دست بیارن. خودت چقدر بالای خود باور داری؟ چی؟ آمادگی خود گرفتیم. آمادگی خود گرفتیم. بله. با زور بازی خود میخوایم امتیاز بازی خود. گزینه ها. شماره 2 را انتخاب میکنن. میبینیم شخصیت های سیاسی افغانستان. قبول میکنن و میبینیم کی هست. 30 ثانیه وقت داری برای ما تشخیص بده نام شخصیت سیاسی چی میتونه باشه؟ عبدالرحیم وردک. عبدالرحیم وردک. عبدالرحیم وردک چیکاره هستن؟ وزیر وزارت دفاع، وزیر پیشین وزارت دفاع بود فکر میکنم. بسیار عالی، آفرین. ببینیم نتیجه را سعید. میبینیم آفرین به خودت. جوابت کاملا درست بود و تشخیص خیلی خوب و بجایی و همچنین توضیحاتی که داشتید در رابطه با این شخصیت. امتیاز سعید. 1000 امتیاز خودم به دست آوردی و هر سه اشتراک کننده ما فعلا در یک سطح قرار دارن. ببینیم که تا آخر برنامه کدامشان میتونه برنده مسابقه امشب ما شود. یعنی به این نتیجه میرسیم که هر کدام امتیاز بلندتری به دست آوردیم برنده مسابقه همون شخص هست. درست است؟ چرا سعید تعجب کردی وقتی گپ از این؟ نه انا تارک نیفتم، باید امتیازات بلند باشه از ما. بله امتیاز هر کدام از شما که بلندتر بود او برنده هست در مسابقه. یعنی اینجا دیگر رقابت سخت‌تر شده میره. عبدالله هم 1000 امتیاز در نخست به دست آورد. حال ببینیم که در ادامه چی میکنه. گزینه ها کدام؟ گزینه 6 را انتخاب میکنن. میبینیم شخصیت های فرهنگی افغانستان. قبول. چهره شناخته شده، شاعر معاصر معروف. دیگه شاید بفهمیم که اینا فعلا حیات نیستن. دیگه اسمشان چی هست؟ عبدالله اگر جواب نتی امتیاز دست میتی. نه میفهم جوابش. نتیجه متاسفانه عبدالله نتوانست در 30 ثانیه که ما برش در نظر گرفتیم تشخیص بر ما بتونه امتیاز به دست بیاره، بلکه 1000 امتیاز خود از دست داد. نام ای شخصیت فرهنگی افغانستان قهار آسی، شاعر معاصر و یک چهره معروف و شناخته شده که عبدالله متاسفانه ای را نشناخت و نتوانست که تشخیص بده. حال امتیازش هم میبینیم. 1000 امتیاز از دست دادی، ناامید نباش، بازم شانس هست به طرف خودت میه و میتونی شانس بعدی تا امتحان کنی. درست است؟ هر گزینه برای هر یک شما میتونه بهترین شانس باشه. فقط گزینه که انتخاب میکنین عددی رو انتخاب کنین که شاید بیشتر وقتا براتون شانس آورده باشه. الیاس و گزینه ها شماره 27 میبینی کارگردان های مطرح سینمای جهان. ردش میکنی؟ رد میکنی؟ مطمئن هستی نمیخوای جواب بدی؟ بله. الیاس گزینه را رد میکنه. ببینیم سعید چی میگه. این گزینه را میخوای خود قبول کنی و تشخیص بدی یا که دوباره گزینه انتخاب میکنی؟ دوباره گزینه انتخاب میکنم. سعید هم نمیخوای جواب بده و حال میریم به طرف گزینه ها انتخاب بعدی که سعید میداشته باشه. شماره 4 را انتخاب میکنه سعید. میبینیم ورزشکاران افغانستان قبول میکنن و ببینیم تصویر از کی است. ورزشکار نامش چی است؟ در رشته ورزشی تکواندو هم هستی بانو. ندیدمشان تا حالا. نمیخوای خو مثل عبدالله شوی امتیاز دست بدی؟ نه تا نار ندیدیم. نه دوبارش معلومات ندارم. متاسفانه وقت تمام شد و سعید نتوانست تشخیص بده. نامی ورزشکار نیلا احمدی، مدال‌آور تکواندوی افغانستان. خودت گفتی تا حالا ورزشکار را ندیدیم. بله. ورزش دوست هستی؟ بله. ورزشکارا رو تعقیب میکنی؟ کیا هستند؟ کجا رفتن؟ چی مسابقه داشتن؟ بله من ورزش فوتبال زیاد علاقه‌مند هستم و ورزش فوتبال زیاد هم ورزشکارایی که در رشته فوتبال کار میکنن اونا رو زیادتر میشناسیم. شاید یکی از گزینه‌های دیگه ما شاید در رابطه به همین ورزشکارا باشه و فوتبال. ببینیم میشناسین اگر شانس دو گزینه آمد. حتما. سعید هم نتونست تشخیص بده متاسفانه و امتیاز خود از دست داد. حال می‌بینی خودت هم 1000 امتیاز از دست دادی و با عبدالله در یک سطح قرار داری. فقط در بین شما الیاس فعلا پیشتاز هست. عبدالله ببینیم 1000 امتیاز از دست رفته خودم میتونه جبران کنه در حال حاضر. گزینه 9 را انتخاب میکنه عبدالله. حال میبینیم در پشت گزینه 9 چی هست. متاسفانه 9 را انتخاب کردی و 0 بود گزینه 9 که انتخاب کردی. یعنی یکی از گزینه‌هایی که در برنامه بود 0 بود او را خود حذفش کردی. خب مشکل نداره، فقط کمی ناامید به این شدم که برای بار دوم هم شانس دست دادی. خب نوبت به الیاس میرسه. ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنه اما بعد از وقفه. بخش دوم مسابقه IQ هست و نوبت به الیاس رسید. الیاس که 1000 امتیاز داره. ببینیم در حال حاضر کدام گزینه را انتخاب میکنه و در بخش دوم هر سه اشتراک کننده ما یا میتونه امتیاز خوبی به دست بیارن یا که خیر. شما هم بیننده باشید. گزینه ها کدام؟ شماره 21. 21 را انتخاب میکنه الیاس. میبینیم اشیا. قبولش میکنه. فیته اندازه‌گیری. چی؟ فیته اندازه‌گیری. این بیشتر کیو از زیادتر استفاده یا میکنه؟ یا متر خیاطا زیادتر از استفاده میکنن به خاطر اندازه‌گیری. خیاطی یاد داری؟ میشه که اگان تکمه خود بدوزم یا تکمه پیران. اگه تکمه پیرانت کنده شد مادر جان دلش جمع هستی که برو خودش دختر میده. خب اگر اونا وقت نداشتن باز میشه که من خودم بدوزم. بازی تو اندازه‌گیری یا خود ضرور نیست؟ نه نه دبو خنده. نه اندازه بگیری. نه نه. گود. نتیجه. آفرین الیاس. تشخیص درست بود. باز خود گفتی کم خیاطی یاد دارم، من تکمه پیران خود دختر میترم. خوب است یگان بچه‌ها سن هیچ یاد ندارن اون مورا تکمه که میفته باز دست خود میگیره خدای من ایره چطور کنم چی است چرا فهم میشه. الیاس بازم تونست تشخیص خوب بر ما بده و امتیاز خود به سطح بالاتر رساند. حال میبینی 2000 امتیاز تبریک باشه به خودت، امتیاز خیلی خوبی هست ولی سعید و عبدالله صفر باقی مانده. ببینیم که اینا چیکار میکنن گزینه ها. و سعید شماره 7 را انتخاب میکنن. میبینیم قبول اشیا. قبول میکنن چی؟ قرآن شریف وش چیزوشن یادم رفت. ریل قرآن شریف. ریل قرآن شریف. وقت زیاد باقی مانده ولی من مطمئن هستم جواب درست است. میبینیم نتیجه رو بازم. آفرین سعید تشخیصت کاملا درست، کاملا بجا و خودتان 1000 امتیاز از دست رفته خوده جبران کنی. امتیاز سعید آفرین به خودت. 1000 دوباره برگشت و مو جایی که باید باشه، یعنی جایی که قبلا قرار گرفتاش ولی خود از حذفش کرده بودی. تبریک باشه به خودت. حال ببینیم عبدالله چی کار میکنه، چی فکر میکنه عبدالله؟ پیش بینی خودت چی از حس ششم چی میگه برات؟ ان شاء الله میتونم این بار. ان شاء الله. میگن بنده با امید، شیطان ناامید. بله. گزینه ها کدام؟ گزینه 15 انتخاب میکنن. میبینیم دنیای حیوانات. قبول. نامی حیوان؟ اسمش نایفم. خوب به طرف تصویر ببین بر نشان میده که میتونه چی رقم حیوان باشه و محالتی که هست. بسیار مونده از دلم آلوم بشه. دارم اسمش نمیفهمم. یعنی خودت چی تشبیه میکنی حیوانه به چی؟ وقت تمام و نتیجه عبدالله نتانستی تشخیص بدی. برای چقدر گفتم چقدری حیوان مانده و ظلم معلوم میشه. فقط بگوی کوره چپک کرده باشه آمده خود اینجا انداخته دیگه. به این نتیجه باید میرسی که امی اشخاصی که زیاد تنبل باشد حتی غذا هم بخورن زیاد مانده و ظلم میشن. این نامی حیوان هم تنبل بود. تنبل ها رفتیده بود گوشه. عبدالله نتانست تشخیص بده و هیچ امتیازی به دست نیاورد. 0 بود و 0 هم باقی ماندن. الیاس 2000 امتیاز داره. ببینیم چی کار میکنن در حال حاضر. شماره 13 را انتخاب میکنن. میبینیم پرچم کشورهای جهان. قبول. پرچم کدام کشور است؟ سفرهای خارجی داشتی؟ فعلا نه اما یک بار دوباره رفتیم. این به نظرم پرچم کشور فرانسه است. فرانسه. از این معلوم میشه که قصد سفر به فرانسه داری؟ ان شاء الله که زندگی باشه. اینا رو برام دقیق بگو پرچم کدام کشور است؟ فرانسه است. فرانسه. مطمئنی از فرانسه است؟ من فکر نمیکنم. بازم میبینیم نتیجه رو. دقیقاً جواب کاملا درست بود. پرچم کشور فرانسه بود که الیاس بازم تونست تشخیص درست برما بده و امتیازهای خوبی به دست میاره، یعنی آورده میره. حال میبینیم امتیاز چیه. 3000 امتیاز به خودم تبریک باشه. تشکر. خدا پاک قدمش رو نیک کنه. باشه که 1000 امتیاز باز کرد. 3000 امتیاز خیلی امتیاز خوبی هست. حال میریم به طرف سعید که 1000 امتیاز به دست آورده. ببینیم که میتونه امتیازش به سطح بالاتر برسانه و در سطح الیاس قرار بگیره. گزینه ها شماره 11 انتخاب میکنه سعید. میبینیم شخصیت های سیاسی جهان. رد میکنی؟ بله. خب این گزینه را سعید نمیخوای جواب بده و رد میکنه. عبدالله چی میکنی خودت؟ قبول میکنی؟ بله. عبدالله گزینه را قبول میکنه و میخواد که تشخیص بده. نام شخصیت سیاسی چی هست؟ یکی از سیاستمداران معروف دنیا هم است. رئیس جمهور پیشین کشور یمن هم بودند. پنج ثانیه. متاسفانه وقت تمام شد و عبدالله نتانست جواب بده. برگرفته از نام خودم بود، نام شخصیت سیاسی علی عبدالله صالح. خب عبدالله هیچ امتیاز متاسفانه این بار هم به دست ناورد و الیاس 3000 امتیاز داره. ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنه، اما بعد از وقفه با ما همراه باشید. ادامه مسابقه و بخش سوم. الیاس 3000 امتیاز داره و خیلی آمادگی گرفته که از این برنامه دست پر بره بیرون. حال ببینیم در بخش سوم کدام گزینه را انتخاب میکنه. شماره 17. 17 را انتخاب میکنه. میبینیم. متاسفانه الیاس 17 را انتخاب کردی و 0 بود، ولی من نمیخواستم حرفی که از دانمه میای بیرون او به حقیقت مبدل شوه، ولی متاسفانه 17 که خودت انتخاب کردی 0 شد و 3000 امتیاز در دست دادی. متاسف هستم 3000 امتیاز بسیار با سختی به دست آورده بودی. خب سعید 1000 امتیاز داره، ولی میریم الیاس 1000 امتیاز هم میبینیم. 3000 امتیاز در دست دادی و 0 شد تمام امتیازات. برگشتی به خانه اولی که نو برنامه را آغاز می‌کردیم. خب خیر است، بازم به طرف خود می‌ریم، حداقل میتونی 1000 امتیاز به دست بیاری. سعید 1000 امتیاز داره. هر گزینه ها را می‌بینیم چی میکنه. کدام گزینه؟ شماره 14. 14 را انتخاب میکنه سعید. می‌بینیم. نباتات. قبول. نام گل چی است؟ گله گله یاسمن نیست. گل رشقه پیچان نیست؟ چی؟ گل رشقه پیچان. نام یک شای هم به می گل ربط داره. خوب ببینم این گل شباهت به چی داره زیادتر؟ 5 ثانیه. گل رشقه پیچان نیست. نتیجه؟ بله. متاسفانه سعید تشخیص درست نبود. گل انگشتانه. انگشتانه. به یک شایم گفتیم نه کمی نزدیک هست، یعنی شباهت داره به هم انگشتانه که به عنوان دختر نویان زیادتر الیاس یاد داره. حتما تکمه پیرار خودم میدوز از انگشتانه شاید استفاده کنه. سعید متاسفانه تشخیص درست بر ما نتوانست داده و امتیازش از دست داد. حال میبینیم خودت هم 1000 امتیاز از دست دادی و هر سه اشتراک کننده ما تا حال خوب پیش رفتن، ولی متاسفانه در بخش سوم امتیازشون از دست دادن. ببینیم که کدامشان میتونن حداقل 1000 امتیاز به دست بیارن و از برنامه دست خالی نرن بیرون. عبدالله و گزینه ها. گزینه شماره 20. 20 را انتخاب میکنن. میبینیم. جهان شناسی. قبول. خب طور که معلومش یک پل است. قطر. نام این پل بر ما بگو. این پل در کشور قطر است فکر کنم. در کجا؟ قطر. در کشور هندوستان هست. خب نام این پل چی است؟ تمام شد و عبدالله نتانست تشخیص بده. حتی برات گفتم که در کشور هندوستان است. پل گوا بمبئی. خب متاسفانه عبدالله تشخیص ندادی، هیچ امتیاز به دست نیاوردی. الیاس و گزینه ها. شماره 16. 16 را انتخاب میکنه الیاس. کارگردانای مطرح سینمای افغانستان. قبول. نام کارگردان؟ بهترین کارگردان سینمای افغانستان هست و میشه از فیلم 3 نقطه‌اش هم یاد گرفت. نام برد. از فیلم 3 نقطه‌اش هم میشه نام برد. نتیجه متاسفانه الیاس هیچ جوابی نداشت بر گفتن. نام این کارگردانی خانومی که شما تصویر دیدیم به یکی از آوازخانه‌های من نامش دیگه همخوانی داشت، خانم رویا سادات کارگردان، یعنی بهترین کارگردان هست در افغانستان و گفتم فیلم از یکی از ساختارش فیلم 3 نقطه هم هست. متاسفانه وقت برنامه تمام شد الیاس. تشکر از حضورتان. اشتراک کننده‌های عزیز سلامت باشین. خوش بر عرصه شما می‌خوایم. سپاس از شما بیننده های عزیز. وقت و لحظات خوب و خوش داشته باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.